رفقا سلام، چه خبر؟ آه خوش به کال برنات اومدیم با کیان واسه رپ کانتست. آره یه مسابقه رپی برای استعدادهای جدید. بریم ببینیم چی. بریم خب این دفعه برگشتیم با کیان، هم گفتیم کیان کجاست؟ آه بیا اومدیمش. اومدیم بعد یه غیبت طولانی اومدیم که دوباره برنامه رو شروع کنیم. آقا مسابقه رو آوردیم، ما مسابقه شروع کردیم با همکاری با الکتوین که به بچه‌هایی که تو کار رپ هستن و میخوان مخاطب جدید جذب کنن ما کمک بکنیم و دیده بشن، مخاطباشون بیشتر بشه. حالا جایزه چی؟ جایزه تعیین کردن که یه کمک بشه به این برنده‌ای که انتخاب میشه، کارشون بیشتر دیده بشه، واسه آینده کارشون بهتر بشه. یه بی تی اس که خودشون انتخاب میکنن و ما بهشون فول رایتش رو بهشون میدیم که روش کار آره بکنن. وقتی کار روش درست کردن و پخش کردن دیگه هیچ مشکل نشه، این بیت مال اینا میشه، مال این از این. بعد جدا از این آقا وقتی که کارشون آماده کردن دوست داشتن میتونن مسترش هم بدن که بچهای الکتریکشون انجام بدن، دوست داشتن خودشون انجام بدن، مشکلی نیست، هرجوری داشتن. ولی وقتیشون کارشون آماده شد، ما این کار رو به صورت اینترنشنال پخش میکنیم که روی 47 تا پلتفرم موزیک قرار میگیره که کارشون اینترنشنال همه جا پخش میشه، یعنی هر کسی هر جایی اینو بزنه کار اینا رو همه جا میاد، توی دام اینستاگرام میوزیک، حتی گوگل، همه جا، هر چیزی که شما 47 تا هستش که میتونن شیر میشه کارشون. آره اینم از این. و همینطور بعد اینکه واسه اینکه رای بدین شما، ما یه جایی هستش توی چنل قسمت کامیونیتی که اکثر همینجا میذارن، هم که لینکشو توی دیسکریپشن میذارم، شما میرین اونجا رای میدین و برنده انتخاب آره اون کسی که خوشم از رپ کنه بیشتر با استایلش حال کمی از اون کارش بهتر بود، شما برید توی مثلا کامیونیتی 7 نفرن، خب 7 تا گروه حالا یا نفر، خب اونجا انتخاب میکنین بهش رای بدین. پس اینم یادتون باشه. و بچه‌ها اگه شما هم دوستایی دارین که میدونین تو کار رپ هستن و میتونن توی مسابقه شرکت بکنن، حتما بهشون این ویدیو رو بفرستین که ببینن کار چجوریه. و اینکه کانال اینستاگرام هم بیان فالو بکنن که ما اخبار مثلا دوره بعدی مسابقه که می‌خوایم بذاریم اونجا باشن که اخبار دستشون بیاد وقتی که دوره بعدی شرکت کنن. وقتی شروع میشه آره اطلاع داشتن که بیان شرکت بکنن و ادامه داستان. خب حالا بریم سراغ اصل داستان، ببینیم بچه‌ها چیکار کردن، چه رپی مثلا خوندن. فقط اینو بگم که من این آهنگا رو احتمالاً یک الی دو بار شنیدم، پس بیشتر حالت نظری داره ولی کیان نشد بیشتر حالت ریاکشنی داره. خب نظری هم داشته میده ولی کلا اینجوری گفتم که اینا بدونین. بعد بچه‌ها الان ویدیو اولی که میخوایم پخش کنیم از چالیپا هستش، بله، و همینطور که میبینی اسمشون و آیدی اینستاگرامشون هست. اینجا میذاریم بچه‌ها، برید اونجا فالو بکنین، هر کدوم اینا رو دوست داشتین بیشتر بهشون انرژی بدین، حمایت بکنین که آقا انرژی بیان کار بهتری انجام بدن. حله یادتون نره اینو. پس بریم گوش بدیم چالیپا به چی گفته. بزن بریم 1 2 3 داشتمون پا کاره پا سرپ میذاره بعدم میخونه ما کاره نه تیو تنم میمونه با هرم گاه فریت میزنه میگه خب منم ترپ گاز چی چی فریت میزنه میگه من ترپ گاز نه فلانی حرفا استایلش چقدر دوست استایل گنگ اومده چالیپا بیچ ای هو دی فاک یو آر چالیپ هد شات میزنه تو رو فاک یو داد بیبی نیستم تو فاز خال تو را شما کوچیک طرف بنه منی خواب تو لاک باشه مدل بیماری مدل فیک میگه تو تهران خیلی نابه ولی کست یو یو تجلو تو خلاف گل خراب کردی مود فوکو ببین چی وارد چه. ببین من ایشی که خیلی خوش اومده که میکس انگلیسی و فارسی نمیزنه، خب نم خراب کرده مال فاکر و این صحبت ها نه بود فاک یو آر این صحبت ها. استایل ویدیو گرفتن هم قشنگه، هم خوندنش همینطور. آره من با کارش حال کردم تا اینجا. آره. خب نظراتتون بنویسید بچه‌ها، راستی یادتون نره نظراتتون رو بنویسید. آره نظرات شما چی داری امروز کارو دادی ولی خب میبینی شنونده یعنی هنمون این از سخماری تو میدون. اوکی. شما بگو چی میدونی میمون بچه‌ها میگه که شما نسخ کار اینو فلان و این صحبت ها بعد بگونم چی میدی میمون. خب یعنی شما کار بلد نیستین این حرفا. خب گنگش بالا کرده داستان این حرفا. ماری هم همون گل خودمونه دیگه، گل خودتون هر چی. آره تو میدون و اینجوریان جالب. نظر چی بود نسبت به این؟ من خوشم اومد، هم از استایلش خیلی خوشم اومد، هم از نحوه صداش هم خوشم اومد و هم لیکسترین که خیلی جالب بود. لیریک سوال کردم مدل خوندن. خب ما بهشون گفتیم بیشتر از یک الی مثلا 2 دقیقه دیگه نخونن. خب بچه‌ها خوش انتخاب کردن که چقدر می‌خوان بذارن تو روی بیت، وگرنه مثلا بیتش بودن 2.5 اینا بودش. بچه‌ها قبل اینکه بریم سراغ شرکت کنید دوم، یادتون نره که لایک بزنید حتما اگه از اینجور ویدیو دوست دارین. به حمایت این مسابقه، حمایت بچه‌ها، حمایت این کانال همه کمک می‌کنه. سابسکرایب رو یادتون رفت بگین، سابسکرایب با زنگوله خیلی مهمه، یادتون نره ویدیو براتون شیر کنین همین الان که گفتم. و اینکه دیگه چی نظرتون هم حتما بچه‌ها در مورد چیزی که ما میگیم آیا حرفامون درسته. آره. بعد از شنونده از خود خواننده ها بنویسید. آره حمایت بکنید. آره. آقا اگه دوست دارید، اگه دوستتون یا اینکه کلا دوست دارین مدل رپش رو حمایت بکنید و تو کامنت هم نظرتون هم بنویسید. حله. آره. آقا شرکت کننده دوم تنالومو بله تنالومو برای بچه حرفه‌ای ببینیم که تنالومو چی گفته. گوش بدیم. Thank you.
وایسا وایسا امینم آقا امینم گذاشتم پشت سرش حالش ببریم چه چیز ادیت ویدیوش هم جالبه آره بارزنیت یا سلش و سشوه مغزی علی رمز و راز مسائل با گفتگوه سطحی تو افق اطرافت دنبال ناز هستی کلن اخلاقت در جسته جوه راه سختی وحشی تره وحشی ترین ها با میخ و چوب و گوش اشبازی با پوچی دم گوش و جون و جوش دویدن زندگی واسه یه دنیا بهتر و خونیان خنگی و یکی شیشه خنگ سر وایسا وایسا اول از شد لاتیش پر کرده واسه ما خب اومده جنگ داره میخونه میخواد بزنه طرف فقط مونده که یارو بلش شماش بزنه ولی جدا از این صحبت ها البته قبلی هم اینجوری بود بعد یه نفس حالت یه نفس سال نمیم دقیقا یه نفس بود اینکه حالت یه نفس بود اینجوری تند اومد خونش من حال من کلا با رپ تند حال میکنم اینم بگم بچه ها فکر کنم دیگه بچه ها همه میدونن نظر چی بود تا اینجا خوب بود داره اینجا تشره همه رو نجات میده بازی با کلمات حرفا دوزاری شعرا پره عطبا تلفات گلوله زبتر خشم جهتات فوشات بیشتر از دفعه رفاته اوه میگه فوشات بیشتر از دفعه اینقدر فوش آقا ما نفهمیم حرف تو توی فوشات گم شد از بس که فوش داری خب چه جالب دیست جالبی بود بزن آقا بیزاری بود یه چیز جالب دیگه هم گفتش یه یکی شیش خنگ سر همه رو نجات میده بازی با کلمات حرفا دوزاری شعرا پره عطبا حرفا دوزاری شعرا بدون تبعات پره سبعات یا بدون تبعات پره سبعات آره حرفای چطفت هم یه حرف ما می توی شعرات نیستش بچه ها لاچه با کم هنگ نام که آردن دیست میکنن رفای خوش رو دیست میکنن بزرگار دیست میکنن نمیدونم ولی تلفات گلوله زبتر خشم جهتات فوشات بیشتر از دفع رفاته زمین تخته من هم روش فلو افتادم داداش کامنتو بگو من یه به تو فوش شدم داداش کامنتو این واسه برای بچی که چی میای اینجا فوش میدی چه کاره آقا من به شما فوش دادم بیا حرف بده بزن راحت و آسوده و فلان و آسان میگه حرفات همش چرت بی خودی فوش داره من کامنت میدم فلان گوش بدید از فکر من حتی غلط هم باشه با عد اترام بذاری قبل اینکه دهنم باشه روز لال یه چی آدم چیز فن خب میگه دمش گرم دمش گرم اون اصلاحشیه ولی دمش گرم آدم چیز فن باشه ایزا بریم عقبتر خب که حرفاش نسانیه نشه خب بذار گلوله زبتر خشم جهتات فوشات بیشتر از دفع رفاته زمین تخته من هم روش فلو افتادم داداش کامنتو بگو من یه به تو فوش شدم این طرز فکر من حتی غلط هم باشه با از اترام بذاری قبل اینکه دهنم باشه روز لال حرف حرف تو بازار منفعت عوارض رو میبینه بازار تن به جنگ میده ولی جنگ الان شده یه تن به ده با علم و پیشرفت همینطوری جنگ بچه کرد داشت آوردون که یادآور صبحه خارش آوردون مرد با غیرت و گنده واسه چنده قا طول و دینار بکنه تو چشت فرزند یهو میبینی باباشم کشته فرزم این وقت دیدی باباشم کشته ببین حرفای جالب اجتماعی زد فکر کنم حالت سبکی سبکی یاسی بودش نه یه مقدار یه مقدار یه لالم اومد آره دقت کردی دو سه تیکه اومد سفر الان گفتش که آقا اونجا که میگه کامنت اینا نذارش این ایده منه تو حق نداری بهش بی احترامی کنی حالا خوشا بیا درست یا غلط باشه آره آره دقیقا هر کی نظرش رو داره میتونه بده خب و بچا نظر شما چی بود نسبت تکستش به من بگین خب نظرتون چی بود خب حساب ما هم واسه خودش که ای میاد کامنت رو بخونه بدونه آره بچا راستینا میان کامنت ها میخونن دیگه خب احتمال زیاد خب بعد و نظرتون پس تو کامنت ها بگین که اگه مثلا انتقاد اصلاح کننده همچی چیزی دارین خوب بهشون بگین انرژی هم بهشون بدید انرژی حتما به بچه ها بدین چون هرچی بیشتر انرژی بدین بیشتر کارهای بهتری درست میکنن تو اینستاگرامش هم یادتون نره که برین خب اینستاگرامش هم واسهتون پایین میذاریم که برین اونجا هم نظراتش رو بدین آقا حمایت بکنین بچه ها حله نفر سوم نفر شرکت کننده سوم سینا امی و دونالد خب دو تا از رفیقای خودمون برگشتن اومدن اینجا واسه ما این حالت ویدیو کلیپی درست کردن این مقدار مثلا یه ذره مثلا حالت ویدیو موزیک تر شده نسبت به مثلا کارهای قبلی ببینیم که بچه ها چی گفتن حله آقا برای. گوش بدیم هی جو ام بی دونالد 071 کل شیراز آه شیراز هست شیراز آه جو هی آه جو 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 دست رو فرمون پدال و گاز شما بازنده ما برنده باز رو به جلو در حال حرکت این جنگ و میدون برای ماست دست رو فرمون پدال و گاز شما بازنده ما برنده باز رو به جلو در حال حرکت این جنگ و میدون برای ما بلسته کورسش رو چیکار کردی حال کی به کورس آره. من حال کردم کلن رفقا همه لاتی رو برد کردن گنگش رو بردن بالا اوکی بریم گوش بده
ماست. شروع میکنم من به نام خداوند خاله، از وقتی شدن یه پسر جوون و باله، حس جدیدی دارم بین آدمای لجن، چرا دور من میگردن اگه بام لجن، عجب قسم شده بهترین آهنگای تتر، چون میدن از واقعیت خبر، منم قفلم هر روز و هر شبم، اینو بهم نگو که منم بدم، و علف و علف شده همه چی، یه بارم به جاش بگو هدف و هدف، زیر پنک نشستم بشم باز خونک، من خوشگلم ولی تو قاز گلن، هرچیا رو میگم بود یه زمانی رفیق ناز گلم، دورم آدم زیاده ولی باز خولم، باز خولم، باز خولم. یه لحظه تا این که نرمیم واسه سینا و ام بی بینیم که چی نظر چی بود؟ جالب بود این قافیه‌هاش هم باحال بود، خوش آمد. یه حالت حمایتی از سطلو هم اومدن کردن، گفتم که حتی سطلو راستیم، حرف ما مثل اوناست، میگن از حقیقتا میگیم، پس حرفا مهمه گوش بدیم. بعد حالت یه مقدارم انگلیسی داشتش، خب یه مقدارم بعدم میگه که مثلا از افراد دور و برش میگه که آقا چی کسایی که اگه به درد من، اگه آدمای مزخرفی هستین، اگه من خوشتون نمیان، بچه‌ها میان کنار من، هی بی خود دور نباشید این صحبتا. حال میکنم من این دو تکسای قشنگو حال میکنم، حرفه‌ای سه تا الان شرکت کنید، حالا شیم سه تاشون حرفه‌ای خوشگل بقیه‌اش. با لغت میکشم من تو رو نقاشی، همه کسکش شدن، همه هدم داشی، دهنو ببن بذار سری پیش برم، آره زلزلم ولی ده بیشتر میکنم، رپرا رو من یک سام بخاش، تازه داره حال میکنه تک سام بحال، اسدر کری ولی غم باز بودش، باز دادم وقتی پات رو ترمز بود، وایسا وایسا اسدر کری ولی غم باز بود، خب گاز دادم وقتی چی پام رو ترمز بود، اوکی حرفه‌ای، خب ولی این من قنباز خیلی حال کردم. آره اگه شاخ شدم پیشم مالیدم تنم، باش بنی بشریم که ندارم سنم، خواستی رپ کنی ولی مغزت بوکی، رپ نمی کنی که همه تون ادم جوکی، میگم وقتی که نفسم چاق بشه حاجی، ما خود کپا شده ما تو هنو محتاجی، واسه دیست بکت مغزای ما که نیست خالی، جواب نمیدیم به داخل شبی میسکالی. فکر می‌کنی ما جواب نمی‌دیم، چرا چون میسکال ارزشی، میسکال دیدی واسه ما، حالا مثلا یه ذره اومدن حمایتی مثل واسه تتلو گفتن مثلا، نه 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 کار خودشه، یه دو تا تیکم اومدن واسه بچه‌ها، خب که بچه‌ها حالشو ببرن، خب دیگه رفقا اومدن حمایتی حرفه‌ای، یه کاری کردن که اینترتینینگ تر هم باشه واسه بچه‌ها، باحال بداره. میگی تازه کارم لکه زیر پستامو دیدی، خیلی خسته شدی دیگه وقتشه نوستالژی، بخوای کسرم بگی ما که میگیرم ندید، دود از کنده بلند نمیشه تو نسل جدید، ما شاه کلیدیم رومون قفلی نزن، شما چی کاراتون همه ادم که خزن، شیرم باشی صبونمی کنار کیک، تو که اول تا آخرت کلش فیک، وایسا 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 چه تیکای خفنی انداخت واسه بچه‌ها، ها حال کردیم یه شیرم باشی میشی واسه صبونم بریم کیک بخوریمش، ها خیلی باحال بود، هم استایلش هم خیلی باحال بود، آقا باحاله، خیلی باحاله دیگه، لطفاً شاخ نشو برای ما، این جانب سینا ام بی از ماه آبانا، آبانا از ماه آبانا، هی من هیچ کس نیستم، من مثل هیچ کس نیستم، آم پس فکر نکن که من هیچ کس نیستم، وایسا آقا ایهام کردی، ایهام من هیچ کس نیستم چون مثل هیچ کس نیستم، خب ولی یاد فکر نکن که من هیچ کس نیستم، این هم یه اشاره کرد به رپر معروف خودمون هیچ کس. و جدا از اون سه تا ایهام حرفه‌ای خوشگل زیبا اومد، بریم عقش یو حله. آقا اینم از این سینا ام بی و دونالد. آقا من این سری همه که بچه ها گفتن حتما توی ویدیو اعلام بکنم این بود که گفتن که این کاری که خواستن موزیک ویدیوش به خوبی که دوست داشتن انجام نشد، ولی چون وقتشون یه مقدار کم بود، راست میگم بچه ها بهشون وقت اندازه کافی شد واسه موزیک ویدیو ندادیم، واسه موزیک اندازه کافی بود، ولی خب چون که خواستن موزیک ویدیو درست بکنن وقت شاید نداشتن، واسه همین اینا گفتن که اعلام بکنیم اونجوری که دوست داشتن شاید نشده باشه، ولی در اصل کارشون قویه، برید توی اینستاگرامشون اونجا کارشون ببینید، خیلی جالب بود، نه خیلی حاکم استایلش هم خوب بود، حالا چه آره. سینک نبودش اشکال نداره، تیکای زیبایی اومد. خب بعد مثلا دوتا واسهتون حالت ایسترگ هم داشت، تتلو و هیچ کس تو این ساعت هم حالش ببرین، خب بعد پس بچا اینم یادتون باشه کار قوی ترم دارن، برید تو اینستاگرامشون همه حمایت بکنید از همه بچه‌ها، همه میذاریم این پایین ها باشه. آقا نفر شرکت بعدی، کننده بعدی اسمش حامیه، حامی بله، حامی رفیق خودمون اومده اینجا واسمون داره رپ میکنه، گوش بدیم، گوش بدیم. بعد سخیارو حتما
من و تو نداریم به خودمون باور. ترس در چاشنیه را هست تو مسیر به تاس تو بدون یاور. خوبت سخی و راحت من و تو نداریم به خودمون باور. ترس در چاشنیه را هست تو مسیر به تاس تو بدون یاور. بس اینه ماها داستانو میدونیم، فکر و حرفو فقط پاسکاری میکنیم، تخصص جراحو داریم اما واسه اثبات ماها عمل نداریم. ورق بزن تقویمو بگر توی تاریخ، ترسو کنار بذار اگه میخوای بشی جاوید. گوش بده هد بزن تو با من بابا، واسه انگیزه آره خودم میشم ساقی. وایسا وایسا بچه ها انگیزه را کن. انگیزه را اومد گفت به اضافه اینکه تم کاملا انگیزه شیه. آره حال کردیم گفت آقا یه میخوای انگیزه بگیریم یه بسه خواهد بعد سخت یا راحت اینا رو بالاخره چیز زندگیه. کورس زیبایی داشت، خب تکس زیبایی داره. خب به اضافه اینکه داره تم انگیزه آقا کاری میخوای بکنی انجامش بده خودی، هی چیز دلمالی نیا. خب بزنید زرق بزن تقویمو بگر توی تاریخ، ترسو کنار بذار اگه میخوای بشی جاوید. گوش بده هد بزن تو با من بابید، واسه انگیزه آره خودم میشم ساقیتا. واسه این سری ماها استعدادا نهفتست، توی جای قانون حمایت از استعدادا نگفتن. دل خوشی اینیم که نخوریم به بنبست، برداشته بعد میگه اینا فقط یه جمله است. ببین منم هنوز کمم ساکن حاشیه شهر، اما دلیل نداره که درگیر حاشیه شم. قبول دارم وضع خراب، مملکتم هنوز راب، من دنبال پیشرفتم. خوابت میاد بگی بخواب. حال کرد اینجا رو. خب خواب میگی بخواب بخواب بگی بخواب. اینجا صفحه خاموش شد، صفحه خاموش شد، گفتش که بگی بخواب. بعد نکته قشنگش اینجا بود، من خیلی حال کردم. میگه آقا درسته وضع خراب و اینا، ولی دلیل برای این نیست که من جلو پیشرفتمو بگیرم. آره درسته، ولی یه چیزی هم گفتش، گفتش آقا کلا حمایت از استعدادی داری کم میشه، ولی این باعث آیا نشد نشود که شما ها امیدتان را از دست بدهید. خب آقا بریم سراغش. گوش بده خوابت میاد بگی بخواب. Yo. تو شب بیداریام زجرا کشیدم، مجبور بودم ولی باز بوده نیشم. خیلی ها میگفتن که میمونم پیشم، هنوزم طعم بد زندگی و هر روز میچشم. جو هر روز زخمم میکشم، میدونم میرسم بیشک، حسشو خورد دادم دیگه امید شده ریشم. گاهی شفاف گاهی کدر مثل شیشم، به بد خوام بگو که طرف با تیشم. ممنون از کانال برونات که این فرصت رو به ما داد تا واستاب بشه صدام باد، شاد این داستان بشه سر آغاز. پیشم صعود و پرواز، حامیم و اینم راست، مخلص ارادت ابراز. یه عضو کوچیک از رپ فارس. یو یو عضو کوچیک از رپ فارس. یو آمی صف پنج یک. دمتون گرم برابش. از تمام ایران هستن، از تمام ایران رفیقا هستن. با کال برونات هم که ایشون دمتون گرم دست در نکنه واسه ما گذاشت، واسه بچه های مخاطبای ما گذاشت. سری دومش یا آخرش یه به تون شد رپش یه موقع دو فعل حال کردم. بعد ایش امیدوارم که چیش میگن واقعا این سرآغاز بشه واسه تمام بچه‌هایی که چه شرکت کردن چه نکردن و در آینده شرکت خواهند کرد. خب یه آغاز بشه واسه کارهای حرفه‌ای و مثلا پخش کاراشون و بچه‌ها هم حمایت بکنن و کار بگیرن. حمایت کن اونایی که خیلی بیشتر دوست داشتین، حتما حمایت کن. اونایی که نداشت باز کمتر دوست داشتینم باز حمایت کنید، بهش انرژی بدید. حامیرم گذاشتیم اینجا پایین چیز اینستاگرامشو برید اونجا کار دیگه‌ش هم ببینید میذارن. حالا اگر تا الان نذاشته باشن از این بعد قراره میسین که بزنن کار جدیدشون همه بچه‌ها. حالا من کلی میگم این قضیه رو. پس یادتون نره نظراتتون در مورد لیریکسشون، در مورد طرز اجراشون و این همه چی تو کامنت ها بذارید. آره که چون بچه‌ها هم ما نگاه می‌کنین، خب که نظر شما چیه، هم که خودشون میان می‌خونن. خب پس این یه حالت بنفیتش واسه دو نفره. خب پس یادتون نره. خب ویدیو بعدی ما برای مهدی قلندر هستش. از چه کننده بعدی اون مهدی قلندر هستش که یکی از رفیقای خوبه دیگه‌مون که اومده یه رپ جدید واسه ما خونده. گوش بدیم که چی گفته. بریم برو. یا on the beat on the beat. اوکی بودن رو به رویاهام، وقتی میدونستم مسیر رو ولی بس اون راها، ولی اونی برسیدم منو میکشید بالا. وقتی که کسی نبود بگه چطور واسن رو باها، رفتی رفتم ولی بعدم باشم از این سالا تنها بودم. خرد و زیرم درد و درد و برد و برد و سرما تنت گرما بالا کارما با این جاک رو باید میشه را میره ولی میدونم که آخرش به یه جای میرسم. دست بر نمیدونم اگه دون برم پیر بشم. دقت کنی
میبینی الان به گفت پتی سیرشن به گل ضعیف ندید پتی رفی دیدشن. وایستا وایستا چه حال میکنی؟ خیلی من خیلی حال میکنم ولی حالی داره چیده؟ من صدا رو خوب ندارم نمیتونم بشنم. نه مال شما فقط نیستش، بیتش صداش بیشتر از صداشه. خب آره. یه مقدار حالا من مشکل ضبط بوده یا هر چیزی صداش داره کمه، ولی از اجراش مثلا چیزی کم، شما به اجراش دقت بکنید. آره. خب بیشتر و لیریکس مخصوصا. آره لیریکس دوباره اینم حالت یه مقدار هم گنگ هم انگیزشی که یا آره. مثلا مشکلات بوده نام سختی فلان، هوا گرما نام پای رو ماساژ، اینجور صحبت ها. حالا بچه‌ها خودتون دیگه شنیدین، اگر خواستین یه ذره بزنید بک بزنید که یه ریوایندش بکنین که دوباره گوش بدین. حرفه‌ای خب پیر بشم دقت کنی میبینی الان به گفت پتی سیرشن به گل ضعیف ندید پتی رفی دیدشن. مشکل تمام آدم ها برون بی جا کام روا تره زیاد ناتوان بخور 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 جوان. میدونی که چی میگم از این دنیا چی دیدم، هنوز موازقه بالا رفتن از باورای شیرینم. موازقه بالا رفتن از باورای شیرینم. اوکی خب اینا حرفه‌ای بود. آره. فقط یه اگه میشد دیگه مثلا یه ذره صدای خودش بیشتر بود که میتونیم قشنگ بیشتر بفهمیم مثلا بهتر آره صحبتش بهتر بود، ولی خب اد نداره ان شاءالله که کارهای بعدیش که حتما خوب هستش. تو شاید تو مسابقات بعدی هم بچه‌ها میتونن دوباره شرکت بکنن اگه خواستن. اینم هست این قضیه. حالا چیزی که من خودم موزیک مهدی الان در حال کردم، خب مفهوم این کار مفهومی شه. آره، خب البته بیشتر بچه‌ها تا حالا همش کار مفهومی کردن و من اینو خیلی دوست دارم تو رپ. خب اینکه بیای همش چهار تا مثلا به خاطر قافیه بکنار هم بذاری خب حال نمیده. خب اگه جفتش همزمان باشه که خیلی آره، خوبه. آره ولی دقیقاً نه داره و معنی خیلی بز مهمه. آره به نظر من خب البته ایشون هم کار قافیگیش خوب بود، هم مثلا مفهومی داشتش، هم که روبی سوار بود اصلا مدل خوندنش خیلی قشنگ بود. بعد مثلا اومد گفتش که من میدونستم اولش که مثلا کار سخت و میساد، ولی باعث نشد که من استاپ بشم. بعدم یه اومد یه گفتش که آخرش اینجوری اومد تمومش کرد، گفتش که مشکل ماها این غرور رو این صحبت ها رو نکنیم کنیم مثلا خودمون همه چی بلدیم. یه همچی چیزایی داشت میگفتش. خوبی جالبی این همه اکثرا تیمشون هم انگیزشیه بیواز بیشتر. آره آره من این کارم خیلی دوست دارم. بچه شما نظرتون رو بنویسین توی حتما تو کامنت ها، به نظرتون مثلا چه نقاط قوتش چی بود، چه جی میتونست بهتر بشه در مورد همه بچه ها هر چیزی بنویسید. بریم واسه شرکت کننده بعدی. شرکت کننده بعدی اصلان هست. اصلان ببین اصلان جون چی گفته گوش بدیم. جایی که گوش میدن همه کارامونو، یه جایی که دوست دارن همه فنامونو، جایی که هیچ کی واسه رب چکی نمیشه، بغل استعداد واسه شدی نمیشه، سایت بت نیست واسه رپر کار، هیچ رپری نمیره دیگه بالای تو. وای خدا اومد اینجا که دیزی بنداخت واسه بعضی ها، واسه بلته همه شون در که سایت بت منبع درآمد رپرها نیستش. در واقع مثلا میشه گفت دیسی مثلا به وضعیت ایران بودش که مثلا آقا این بدبختا اینا که میان این همه زحمت میکشن رپر بودن نمیرن اعدام نمیشن نه نه که رپرهای الان مو خوب که مثلا این همه زحمت میکشن کار میکنن نمیتونن ازش درآمدی کسب کنن، مجبورن که مثلا به کارهای مثلا حاشیه‌ای بپردن مثل سایت بت زدن و فلان این حرفا و خیلی کارهای دیگه. و بله ولی خب دیگه چیکار کنیم دیگه اینجوری الان وضعیت. و حال میکنی با سنی که فکر نمیدونم دقیقاً مثلا چند سالشونه، ولی خیلی خوب داره میخونه قشنگ، هم فلوش جالبه هم مدل خونه حالت یه گنگ هم داره. وایستا 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 دقت که این دیس بود، این یکی دیس بود. تو زور نزن روز خوب نمیاد، اینه دیگه همه تو میدونین که منظور چیه. خب بله بزنیم اقا بزنیم 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 دیگه بالای دار تو هم زیر نزن نمیاد یه روز خوب، همون همت کن بزن یه سایت خوب، شما نداری تو کارنامه یه دونه هیت، توی کاراتونم فقط میکوبه بیت، یارو گیتار زده میگه موزیسینم، اصلا هیت میده هتر میخوره انم، اینا یکی یکی هز میشن از لیست من، دیگه شرط دادن دادا ولی باریس بکم باها کورونای وقتی بایستا 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 شرط دادن باریس بکم. این واسه همون بچه که بدن این حرفا گفت شما گیتار میدین این به رپرایی که الان تو کار گیتار این صحبت ها فکر کنم الان تتلو و چیز باشن دیگه، مهراد دیدن هم تو کار گیتار هم دیگه. بالاخره آقا نه کن این صدا تا اینجا خودش گیتار نمیزنه که نه منظور که روی گیتار مثلا کار میکنن دیگه توی کارشون گیتار هستش. پس این تا الان اینجا سه نفر چیز دیست کرده ایشون تو همین آهنگ یک دقیقه خورده ای. خب حالش رو ببریم من در میره میشن از بیست من دیگه شرط دادن دادا ولی باریس بکم باها کرونا
تنهایی، وقتی میای من در میرم، وقتی کار میدی بیرونم همه درگیرم، کاری ما رو نمی کنه هیچ وقت فراموش، ما ها نفوذ می کنیم ترقوته بناگوش، شور ما پایان خیلی هست، رفع شما فقط واسه بچه قرطی هست، من لست نه فقط بگو چی بردی، میخوای برینم به دیگه بیشتر از این. پنج نفر شد آقا، پنج نفر یاس و سورنا هم کشید وسط، چیکار میکنه اصلاً آقا نظرتون چی بچه ها؟ جالبه خیلی والو رپش خداییش آقا خداییش. ببین نیاد اینجا واسه ما طرفدارای اینجا مسابقه رپیه، این بحثا رو بکشید بیرون. خب الان اینجا گوش بدین که چجوری خوشگل رپ کرد. خب بحث سر گذاشت نمیاد مثلا یه کسی که مثلا کارش قوی و حرفه‌ای بیاد دیسکو داره مثلا فان مثلا شما مثلا یه چیزی گذاشته توی تکستش. خب پس نرین سمت اون سمت طرفداری الکی اینجوری آره لطفا اون قضیه ها نرین، فوکوس کنید روی آهنگ، ببینیم که تکست چقدر قوی بود و قشنگ خوندش و این مدل فلو و همه اینا حرفه‌ای بود، قبول داری؟ خیلی خوشم نظر شما چیه؟ ببینید تو کامنت ها اینم کامنت چیزش هم میذاریم مثلا تون اینستاگرامش هم که بی بچا فالو بکنید. آقا شرکت کننده بعدی مثلا سورپرایزی بردید که ببینم چقدر حال میکنید. خب اینجا ما یه حرکتی زدیم که بچه ها بفهمن که قضیه اونی که فکر میکردن نیست و یه چیز فراتر از اون قضیه است. آقا شرکت کننده بعدی که شرکت کننده بعدی ای جی هست. آره ایشونو وقتی ببینی شاید یه مقدار مثلا ببینی که خب سنش کم و این صحبت ها، ولی بس اینو گفتم بذارین کنار، بیاین روی موزیک صحبت بکنیم ببینیم که قضیه چه خبره. واقعا با این سن کمش من که قبلا کارش رو دیدم حال کردم. خب و دوستم که حمایت بکنم خودم ازش، بچه ها شما هم برین که از این سن آقا بره توی یه نفر به کار. خب ببین وقتی مثلا اگه ادامه بده و همینجوری ادامه بده تا مثلا حالا بزرگتر بشه ببین اون موقع به کجا میرسه. پس گوش بدیم با ذهن باز بریم. آیدین ای جی. شاید همه بگنین بچه چی میگه، من از همین سن میخونم تا 60 سال دیگه سب کم گم و سرش دوایی میشه، حاجی تو هم بخون رزیر رقم پیچه قفلی هم بوم بند یه زهری هم پیچه زرک توی افعی نمیشه ویتومیت ترکونم بعد خامی توشه بعد خامی دوشه ناراحت نشمول ناشه امسال من تو رب گل کاشتم ولی امسال تو باید گل ناشه آره همینم داد داشه سیسه گنگ آور اینجوری چیز کرد این ماشاءالله که شسته چیز بعدش که اصلا میبر خیلی بالا این گنگ تر از این ما نهیدیم والا خیلی گنگه آیدین خیلی خوش آمد آیدین خیلی باحال بود آیدین هم جالب بود برو ببینید تا تشتید رو حد نشو مولاشم امسال من تو رب گل کشتم ولی امسال تو باید گل لاشم بلخری رو میتره کنم تو اوج قدرت رپ رو میخونم کنسرت میلیونی هوا دارم من اون رو تو اوج قلم گلیک واسش تلاش میکنم هر امارا من واسش حلال میکنم گنگیمو دیدیم حاجی بیخونه است فهمیدیم اصلا گلا حاجی دیبونه است دیبونه شدی اثر قلم تونه است ناراحت نشو ملاشم ای جی هم سرپاس اوکی اینم از ای جی هنوز سرپاس پرفورمنسش رو بچه ها چند میدیم بشت خیلی خوب با کانفیدنس کامل با اعتماد به نفس کامل اومد حرکتش رو زد با اینکه میدونه مثلا شرکت کننده هایی که قراره بیا اینجا همه خیلی از ایشون بزرگترن ولی اومد یه حرکت حرفه‌ای زد بدون اینکه من اصلا انتظار نداشتم ولی خیلی حال کردم با ای جی خیلی آه. هم پرفورمنسش عالی بود هم تکستش خیلی باحال بود هم فلو همه چی عالی بود من خیلی خوشم آره. اومد خب 100% کار برای مثلا جا برای مثلا بهترشان همیشه تو همه هستش خب ولی نظرتون بدین بالاخره خلاصه آره حمایت رو حتما بکنید از همگی نظرتون بدین آره اینستاگرامش هم که هستش نظرتون نسبت به خود شرکت کننده اینجا بگین به اضافه اینکه ببینید ازش توی اینستاگرامش هم حمایت بکنید و تو در سنجی یادتون نره اینجا کامیونیتی اینجا میذاریم یه جایی خب ببین تو کامیونیتی 7 نفر بچه الان اون سینا ام بیو دونات که با هم دیگه تیمی حرکت کردن پس اونا میشه یه نفر به اینا در مجموع 7 تا گزینه هستش به هر کدوم که بیشتر دوست داشتین حتما رای بدین تا ببینیم برنده کی میشه برنده رو زر اعلام بکنیم آقا حالش و با دوستاتون این برنامه رو شیر بکنید که واسه سری بعدی این مسابقه که میخوان اجرا بکنیم شرکت‌های جدید هستن هر کی دوست دیده بشه و میخواد مثلا یه آدینسی به دست بیاره بیاد اینجا ما حمایت بکنیم چاکانه برنامه حمایت میکنیم
بعد یه تشکر از برای بچه الکتریک بکنیم که کلن این فرصت واسه بچه ها گذاشت و بیتو در اختیارشون قرار داد و برنده هم که میخواد پخش جهانی بکنه. خیلی دست درد نکنه درمشون گرم. بچه ها نظراتون گفتم بدین، یاد نه که سابسکرایب بکنیم به این کانال، کانال برنات، اون دکمه قرمزه اشتراک بزنید با زنگولش و که هر وقت ویدیو جدید ما دستتون بیاد لایک هم حتما یادتون نره که بزنید. اگر دوست دارین که این برنامه ادامه پیدا کنه، هر چی بیشتر لایک پیدا کنی این برنامه بیشتر درست میشه و مثلا با سرعت بیشتری و با قدرت بیشتری و شرکت کنندهای بیشتری. به هر حال بچه‌ها یا پس لایک یادتون نره، نظراتتون هم که بگین، با دوستاتون ویدیو رو شیر بکنین. تا ویدیو بعدی فعلا.